سلام، دوباره تقدیم میکنیم. در بخش پایانی بخش سرخط هستیم با جناب اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، و میخوایم در رابطه با صادرات جلغوزه صحبت بکنیم، از افزایش 4% برنج صحبت بکنیم، از واردات مرغ‌های پیر به داخل کشور صحبت بکنیم. ولی میخوایم از این نقطه آخری شروع بکنیم که از واردات مرغ‌های پیر به داخل افغانستان به کشور هستند. اما در نخست سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمد. سلام خدمت شما، صبح شما بخیر امل جان. قصه مرغ‌های پیر چی هست؟ البته وزارت زراعت بر ازی که صحت هموطنای ما، صحت شهروندای ما حفظ شود، از بیماری ها و ویروس های مرغ های وارداتی جلوگیری بکنه، مرغ های وارداتی را که بیشتر مرغ های پیر است جلوگیری کرد. کمی وضاحت بتم، مرغ های پیر شامل وید مرغ هایی است که سنش بالاتر از 18 ماه است، به شکل کلوفت، چاق و تا حدی هم رنگ زرد. دوست دارن جناب رستمی صاحب که مرغ هر چقدر چاق تر باشه، باز امرای دکاندار دعواشون به این می باشه که باید تمو را بگیریم. اما اتفاقا نمی مرغایی که در فروشگاه ها ویزان است و یا به شکل زندش که تا جای بسیار کلان داره و اینا تقریبا 18 ماه از اینا استفاده میشه، مراحل تخم گذاری خود سپری میکنن و حتی تعداد زیادی از یا پیچکاری میشن وارد افغانستان میشه. تا این سالهای گذشته متاسفانه به شکل وحشتناکی اینا وارد افغانستان شده، در بازارهای داخلی ما فوق العاده هم به فروش میرسه. که سرطان زام هستن این بیماری های زیاد را انتقال میده و تا حدی هم بله، مو بخش صحت حیوانی وزارت زراعت هم پس از آزمایش ها هم به این نتیجه رسیده که اینا حتی سرطان زاست. با توجه به می ضررهای صحی و حتی ضررهای اقتصادی که داره، وزارت زراعت تصمیم گرفت تا واردات مرغ‌های پیر و گوشت مرغ متوقف بسازد. تنها گوشت‌های تنها مرغ‌های پیر؟ بله، یا فعلا در مرحله اول همین مرغ‌های پیر و گوشت‌های مرغ‌های پیر است. بله. چند موضوع مطرح است. یک، در یک از بخش‌های که افغانستان طی سال‌های گذشته فوق‌العاده رشد داشته سکتور مرغداری است. بله. فعلا 56% کل نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی ما که فارم های داخلی است تامین میشن و یک کار نیک هم برای کسایی بله. که اینجا سرمایه گذاری کردن در کنار از اینکه صحت هموطنان ما حفظ میشه، برای توسعه سکتور مالداری منع واردات مرغ نقش فوق العاده مهم داره. بله. تا یک سال گذشته در جریان یک روز تقریبا از تولیدات مرغ وطنی شامل منیوی غذایی نیروهای امنیتی ماست، به اساس هدایت شخصی رئیس جمهوری قرار است در هفته دو بار شود، برزی که ما تولیدات داریم، بیشترین فارما را در سطح کشور داریم، یعنی سالانه 94,000 متریک تن تولید از طریق فارم های داخلی ما صورت میگیره. یک فارم چند روز پیش رفتیم جناب رستمی صاحب، بسیار ببخشیم که ما تا فارم های بودنه و کپک و این چیزا را هم در داخل کشور داریم. داریم ولی به مقیاس فارم های مرغداری نیست. بله. بسیار محدود است در یک تعداد از ولایات، ولی فارم های مرغداری ما رشد فوق العاده داشته. بنابراین بازم تاکید میکنم برای حفظ صحت هموطنای ما و در عین زمان توسعه سکتور مالداری مهمتر از همه صحت هموطنای ما برای ما مهم است، این واردات متوقف شده. بله. به تمام بنادر ابلاغ شده تا از واردات جلوگیری شود. در این زمان ما کمپاین آگاهی دهی را برای هموطنان ما و برای شهروندان کشور آغاز کردیم تا اونا بدانند که ضررهای هم ضررهای صحی داره و هم ضررهای اجتماعی. به طور مثال اگر یک هموطن ما میره یک کیلو گوشت مرغ وارداتی را به 150 تا 170 افغانی میخره، بله. یک کیلو مرغ وطنی حدود 200 افغانی است. ایره مطمئن باشن و تجربه هم دارن خانواده گرامی که مرغای وارداتی اگر در 40 دقیقه پخته شود، مرغای وطنی ما در 10 تا 15 دقیقه پخته میشه، یعنی گازشان هم بیشتر مصرف میشه، زحمتشان هم زیاد میشه و در این زمان کیفیت هم نداره، طعم هم نداره، مزه هم نداره. به این لحاظ کمپاین آگاهی دهی را آغاز کردیم تا هموطنان ما هم مطلع شود. این برنامه فروش زمان آغاز شد جناب؟ هفته گذشته تصمیم گرفته شد. ما در قدم اول در بنادر ابلاغ کردیم از واردات جلوگیری شد، ولی هنوز هم به شکل قاچاقی وارد میشه. تا یک هفته گذشته هموطنان ما که از ولایت های مختلف، بخصوص ولایتی که از طریق پاکستان گوشت وارد افغانستان میشه، مثل
خوست، پکتیا که بنادر دیج است، قندار و در این زمان ننگرهار، ترخم، هموطنان ما همکاری کردن، تصویربرداری کردن، موترهایی که به شکل قاچاق آمده به ما فرستادن، از مرکز به ولایت ها هدایت داده شد تا اینا را متوقف بسازه و ضبط بکنه، که نمونیش ما دیروز در ولایت هرات بودیم که چندین موتر ضبط شد و در سایر ولایت ها هم ما موارد ضبطی داشتیم. به این لحاظ اراده جدی وجود دارد تا از واردات متوقف شد، جلوگیری صورت بگیره. گزارشی که دیشب نشر شد با طول نیوز به این صحبت بکنیم، از 4% افزایش برنج به کشور، یک سروی اداره احصائیه مرکزی با همکاری جایکای ژاپن و در این زمان وزارت زراعت نشان میده که در سال جاری با وجود خشکسالی ها، هرچند که ایران وضاحت میتونم قبل از اینکه روی برنج صحبت بکنیم، تولید غلجات مثل گندم و للمی کاهش یافت، ولی در بخش تولید برنج و افزایش کشتزارهای شالی آمار مثبت است. 4% تولید برنج افزایش یافته، 7% هم کشتزارهای شالی افزایش یافته. یعنی تولید برنج در سال جاری 352 هزار متریک تن در سطح کشور رسیده که نسبت به سال گذشته 4% افزایش نشان میده. نیاز سالانه افغانستان به برنج 472 هزار تا 474 هزار متریک تن است. کدام ولایت های ما خوب در 17 ولایت است و 81 ولسوالی، در 9 ولایت بیشترین است که در صدر کندوز قرار داره، متوقع به زو ولایت های بغلان، تخار، ننگرهار، لغمان، هرات و یک تعداد ولایت های دیگری هستند که بیشترین میزان تولید سالانه برنج دارند. بله، دیروز نپر روز خبری از جلغوزه بود و از حاصلات جلغوزه بین صحبت بکنیم که در حال حاضر حاصلات جلغوزه نسبت به سال پار یا سال گذشته چگونه بود؟ آیا افزایش یافت و یا هم کاهش؟ طبعا حاصلات بخصوص جلغوزه با توجه به پروژه‌ای که حکومت تطبیق میکنه در سال جاری هم به بیش از 23 هزار متریک تن رسید. جلغوزه در ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا، در این زمان نورستان، لغمان، ننگرهار و یک بخش از کاپساس که بیشترین در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا تولید میشه، یعنی تقریبا 80% کل تولیدات ما و 80% کل ساحات جلغوزه در مناطق جنوب شرق کشور است. یک از نکات مثبت در بخش جلغوزه در سال جاری، برای اولین بار صادرات جلغوزه از طریق افغانستان به چین مستقیم آغاز شد. در گذشته جلغوزه افغانستان قاچاق میشد، بازار و مارکت برش وجود نداشت، با قیمت بسیار کم، بسیار پایین بود. بله، تولید کننده ما حد اوسط بین 300 تا 400 افغانی فی کیلو جلغوزه را به فروش میرسانید، ولی حال فوق العاده افزایش یافته، تا در 3500 هم فکر میکنم. این فعلا در بازارهای داخلی ما بالاتر از 2700 افغانی است جلغوزه و هم خوب ترینش هم 3200 تا 3500 افغانی به فروش میرسه. خب طبعا وقتی که در مارکت های بین المللی میره، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. تا 1.5 ماه گذشته پس از افتتاح دهلیز هوایی توسط رئیس جمهور، بالاتر از 1000 متریک تن صرف از طریق دهلیز هوایی در چین صادر شده. در هر پرواز حدود 20 تن و بالاتر از 20 تن صادر میشه. اگر ما 1000 متریک تن در نظر بگیریم، تقریبا میشه 50 پرواز. بله، بین از مراکز پروسس صحبت بکنیم که آیا به وزارت زراعت وجود داره مراکز پروسس جلغوزه؟ فعلا سکتور خصوصی یک چند فابریکه را در کابل و خود بیشتر در کابل ایجاد کرده. وزارت پلان دارد تا 2 مرکز پروسسه با همکاری سکتور خصوصی ایجاد بکنه، یعنی وزارت همکاری مالی و تکنیکی بکنه و سرمایه گذارا را تشویق بکنه که در راستا سرمایه گذاری بکنه. اینمی 2 مرکز که در ولایت هایی که بیشترین تولید جلغوزه است ارجحیت داده میشه، برای سال 98 پلان است. ما امیدوار هستیم که سکتور خصوصی و سرمایه گذارای ما در یک قسمت علاقمندی نشان میده. یک چیزی را که من خدمت شما اشاره میکنم، حدود 3 ماه قبل ما مذاکرات خود با یک تعداد از سرمایه گذارا و سکتور خصوصی آغاز کردیم. متاسفانه علاقمندی در این راستا کمتر است، یعنی وزارت زراعت آماده است الا 200 هزار دلار آمریکایی سکتور خصوصی را همکاری بکنه تا می
فابریکای پروسس ایجاد بکنم. تا هنوز داریم نداریم؟ تا هنوز داریم، یه سکتور خصوصیش سرمایه گذارا ایجاد کرده، ولی این بار حکومت میخواد که همکاری مالی و تکنیکی بکنه. بله. بنان شامل پلان است که در سال 98 اینا ساخته شود. در صورتی که ما بتانیم طی سالهای آینده که طبعا یک از اولویت‌های جدی حکومت است، پروسس جلغوزه را در داخل افغانستان معیاری بسازیم و در این زمان زمینه برای گسترش صادرات جلغوزه مساعد شد، هم از راه‌های زمینی و هم از راه‌های هوایی که فعلا ادامه داره، فوق العاده در یک از بخشایی که میتونه عاید مردم و اقتصاد کشور را تقویت بکنه جلغوزی سیاست. برای از اینکه اگر ما فعلا 23000 متریک تن تخمین بکنیم، ای از داخل کشور صادر شه میتونه الی 1 میلیارد دلار ارزش داشته باشه و حتی فعلیش اگر در نظر بگیریم 400 تا 450 میلیون دلار میتونه عاید داشته باشه. یک میوه گرانبها است، کمیاب است و موارد استفاده و کاربردش هم بیشتر است. در این زمان مارکت های خارجی برش هم مساعد است. به این لحاظ تلاش حکومتی است که در بخش بیشتر سرمایه گذاری. در پایان منتظر چه خبر خوش کشاورزان افغانستان باشد؟ خب خبر خوش شما سوال کردین، فعلا خصوصا در چند روز گذشته ما شاهد برفباری ها در اکثریت ولایت بودیم. این بهترین خبر برای دهقین و کشاورزای ماست، برای اینکه ما سال سخت را سپری کردیم. سال خشکسالی بود، خشکسالی بی پیشینه بود، در یک تعداد از ولایات بسیار حاد بود. بله. سکتور زراعت و مالداری ما متضرر شد. بله. باران و برف بهترین امید برای افزایش حاصلات زراعتی است. خیلی هم سپاسگزار هستیم. بسیار خوش آمدین و این هم بود داشتهای برنامه امروز ما که تقدیمتان شد. تا فردایی که دوباره برمیگردیم همینطوره بلای یک تاوی هم تام اسپاریم. گپ همیشگیم، همیشه سبز بمانین، لبخند به لب داشته باشین.